13 خرداد 1400 بچه ها در حال جمع کردن کوله ها و تقسیم بار ساعت 5 صبح دم معدن جاده حرار. اولین قله باز چالس 1440 صعود شد و این هم دیوه بسیار زیبای دماوند امره بچه ها. خب اینم از قله میانه. اینم قله لاسم و اون روبرو چنگیزچال 3. یا زکی نوع تیمایش قله چنگیزچال 3 ارتفاع 3630. ما به حلت ارتفاع 3630 داریم کتلت میشیم. خیلی داره اذیت میکنم. سرپرست هم به امون رحم نمی کنم. بعد از بدوبستون فراوان رسیدیم به چنگیزچال 2 که هر کدومش رو 300 متر باید بری پایین، دوباره 300 متر باید بیای بالا. 3 تا هم هستیم بالا پایین هاش هم انسان چنگیزچال 2. 3 رو رد کردیم، اون روبرویه 1. فقط میخوام صعود و فرودش رو ببینیم. این قبلی هم همینجوری بود. برگام این هم از چنگیزچال 1. ساعت 1:13 خرداد 1401 قله پروانه 1. با تومار جمع ساعت 2:25 از پروانه 1 رد کردیم، به طرف آرمان 1 هستیم. یه سری تیغه اینجا هستش، واقعا خسته ایم و اینکه واقعا چیزی که گزارش ها می نویسن از بابت مسافت، تایم، ترتیب قله ها خیلی متفاوته. این چه خود برنامه می بینیم الان ما گفته بودم 15 کیلومتر رد بکنی برسی انگمان، اون الان پروانه است، اون آخری انگماره. الان کیلومتر 17. ساعت طرف های 3 هستش، ارتفاع حدود 4000 متر. پروانه 2 رو بعد از یکمی دست به سنگ رسیدیم بهش. جلوتر انگمار هستش، از دور دیدیم حالت تیغه‌ای داره و بعد از اونم که تا دو برابر تیغه هست. یواش یواش دیگه داریم دنبال جای کمپ میگنم. اینجا جای خوبیه، هم کنم به جی پی اس پوینت کنم.
شام عیونی با آقا سعید، لوبیا با تو، ماهی، آب لیمو، آویشن، فلفل. خب ما کمپ رو زدیم، یه استراحتی کردیم، این از عجایب وسط خرداد رو خط و رس دو برار داره برف میاد، دماوندم در هم پیچیده است، برف داره میاد ریز ریز، معلومه داره برف میاد، چی باورش میشه؟ خرداد 1401 هستش، بعد از یک شب ناآرام و باد و برف و بوران یه خورده باد افتاده، داریم وسایل رو جمع میکنیم، ساعت 6 صبح، دماوندم یه خورده آرام‌تر شده، ببینیم که امروز تیقه ها چه خبره. توی کیلومتر 22 رسیدیم به خوده انگمار و ادامه خط رس دو. ساعت 10:20 اینجا قله دو برار اصلی دو. سوسچال غربی، سوسچال شرقی. آها، سوسچال. سوسچال غربی، سوسچال شرقی و رخش. اینم. چه دو برو. اون هم قله کمرپشته و اون تیغه های روبرو تیغه های قله قره‌داغ هست. فکر کنم یه 20 تا از این تیغه ها رو رد کردیم و هنوز رو تیغه های قره‌داغیم و به قله نزدیک میشه ولی نمیدونم. زیاد واقعا خسته کننده است. 11 ساعت نیمه که داریم امروز رو میشه. امروز ساعت 6 صبح افتادیم و الان 6 بعد از ظهر. 20 کیلومتر پیمایش کردیم، 20 کیلومتر با کوله‌های سنگین، با دست به سنگایی که واقعا فراتر از انتظار بود، واقعا جدی‌ترین دست به سنگایی بودش.
بدون حمایت رفتیم، خیلی تحت فشار گرفتیم، واقعا بالاخره زیر قله اردو هستیم. واقعا اینکه بگم چه حسی دارم واقعا کلمه نمیشه. خیلی خوشحالم. خیلی سخت بود، خیلی سخت، خیلی سخت. ساعت 5:47 ما از ساعت 1:20 بدون توقف بدون استراحت وارد تیرگاه شدیم که اونجاست. ما تقریبا 6 کیلومتر دست به سنگای جدی داشتیم. قله قره فاکینگ داغ. حالا بعد این قله یه کمپ بگردیم. آه اونجا جای کمپه. یعنی این دستکشای منه. این امروز صبح سالم بوده. خب ما فکر میکردیم که برسیم قرارداد، بریم استراحت میکنیم و فردا هم که میافتیم تو سرازیری و تمام. اما یه 20 قدم اومدیم که یه 7-8 کیلومتر دیگه ما تیغه داریم. واقعا باور نکردم. خرداد 1401 دیشب پایین قله قرارداد خوابیدیم و ساعت 6 صبح دوباره استارت زدیم و از روی تیغه ها اومدیم. نمیدونم اسم این قله چیه و بازم خب بعد از اینکه قله قرارداد رو ما صعود کردیم و افتادیم رو خط الرس، دوباره اون قله رو ما صعود کردیم و کل اینو اومدیم پایین و حالا از اینجا که دیگه به نظر میاد که خط راست نداره، دیگه نداره. حالا باید بریم اونجا ببینیم که چی میشه. چرا اینقدر گزارش اشتباه؟ بعد از قرارداد یه 2 ساعت تقریبا دست به سنگ داشتیم، اون قله هر هم صعود کردیم و فرود اومدیم. بعدش هم یه خورده دست به سنگ بود ولی بعدش دیگه دست به سنگا تمام شدش. بی باتون داریم. ما ابتدای مسیر دماوند اینجا یه خط و رست بود، الان اونجا یه خط و رست. تا اینجا یه چیز حدود 40 کیلومتر را آمدیم. خب اون قله شاورسه، اون قله از بیرونه و همچنان تیغه های خط و رست دو برار ادامه دارد. این دفچاله تو ارتفاع 3600 برکه درست شده. خب اینجا خطرات خیلی پهن شد. یه قله از بیرون اونم چلچشمه کیلومتر 48 است. ساعت 2:00 قله طلاهون در ادامه با توجه به اینکه این آخر خط و رس حالت دشت مانند میشه، پیدا کردن ادامه مسیر و ادامه خط و رس یه خورده دشواره. ادامه مسیر
اونه، این مسیری هستش که تیکه سنگی سنگی داره و مستقیم میره جلو. ساعت 4:15 خرداد 1401، 4 کیلومتر مونده به پایان خط و رسم دو برابر. مسیر ادامهش از این بالا بود، منتها ما از محلیان پرسیدیم و گفتن که از این تنگه راه میده، بخاطر همین ما از این طرف اومدیم. آخر عاقبت گوش دادن به افراد محلی. آقا تبریک. و اینم پایانه برنامه. البته کلا هوا به هم ریخته، داره رد و برق میزنه. بالاخره تموم شد.